بریم سراغ نرم افزار گریدل. گریدل یه ابزار مهندسی و تخصصیه که توی زمینه مدل سازی پیشرفته استفاده میشه. این نرم افزار ساخت شرکت آیتاسکا هستش که توی سال 2017 وارد بازار شده. در واقع این نرم افزار یک پلاگین روی نرم افزار راینو هست، یعنی گریدل یک پلاگینی هست که روی نرم افزار راینو نصب میشه که توی شبیه سازی هایی که به وسیله راینو استفاده مدل میشه به ما کمک میکنه که مدل سازی راینو رو به مدل سازی مورد نظر خودمون توی نرم افزار مثلا فلک تبدیل کنیم. راه ارتباطی پل ارتباطی بین راینو و نرم افزارهای ژئوتکنیکی هستش. این نرم افزار میتونه توی مدل سازی ژئوتکنیکی و بایومدیکال استفاده بشه. یه تعامل خوب با نرم افزارهای دیگه شبیه سازی دیگه داره که این نقطه قوت این نرم افزار گریدل هست و اولین بارم به همین دلیل این پلاگین توسعه داده شده که بتونیم توی نرم افزارهای مثل فلک و تریدک که توسط شرکت آیتاسکا ساخته شده استفاده بشه. ویژگی های نرم افزار یکی این که انعطاف خوب این نرم افزاره که میتونیم توی نرم افزار مختلف ازش استفاده کنیم. کار کردن باش ساده است، به پارامترهای خاصی احتیاج نداره. رابط کاربری مناسبی داره که برای کاربر نرم افزار ساده کرده. کیفیت بالای مدل سازی در مقابل حجم کاری کم داره. استفاده ازش آسونه و فقط یه سری پارامترهای ورودی ساده لازم داره که نرم افزار که مدل ساخته شده توی راینو رو به مدل مورد نظر ما تبدیل کنه. توی مدل سازی پیچیده و پیشرفته میتونیم استفاده کنیم. البته این نرم افزار چون رابط کاربریش راحت تره و کار کردن باش آسونه، میتونیم مدل سازی رو توی حجم بالا هم باش مدل کنیم. میتونه این نرم افزار توی نرم افزار مثل فلک 3D، تریدک، آباکوس، انسیز و چند تا نرم افزار دیگه هم ازش استفاده کنیم. یعنی خروجی این گریدل رو که یک مدلیه که داخل راینو ساخته شده با پلاگین گریدل به نرم افزار مورد نظر خودمون مرتبط کنیم. روند کارش به این صورته که اول یک هندسه و مشی که داخل راینو ساخته شده، یعنی داخل راینو یک هندسه ساختیم، با راینو روش یک مشی ایجاد کردیم و این فایل خام استفاده مورد استفاده برای گریدل، این ورودی کار ما هستش، فایلی که داخل نرم افزار راینو ساخته شده. ورودی ما فایلی است که خود راینو به ما میده که بعد از اون میاریم از پلاگین گریدل استفاده میکنیم، از آیکون گریدل اینترسکت استفاده میکنیم که مش هایی که داخل راینو داریم خروجی راینو رو با هم تقاطع بدیم برای اینکه یک مش منسجم‌تر و یک مش بهتری به ما بده. و بعد از اون مشی که حالا به دست آوردیم ما میایم دوباره مش میدیم، یعنی مش گریدل رو میدیم، مش دلخواه خودمون با ابعاد مناسب و کیفیت دلخواه خودمون رو میزنیم. این جی سورفیس یک مش سطح مدل رو مش میزنیم تا بتونیم روش یک مش حجمی داخل اون رو مش بزنیم. یعنی این بخش مش سطحی یکی از بخش‌های مهم مدل سازی ما هستش. بعد از اون مش سطحیمون رو میاریم با استفاده از گزینه گریدر ولوم یک مش حجمی روش میزنیم، تبدیل میکنیم به مشی که در نرم افزارهای ژئوتکنیکی لازمه. گریدر اینترسکت یعنی هات سورفس مش اینترسکتور از اسمش مشخصه، مش ها رو با هم تقاطع میده، یعنی اینجا دو تا مش مختلف داریم که هیچ تقاطع با هم ندارن. به این صورت نمیتونیم به هیچ وجه استفاده کنیم داخل گریدل. اگر به این صورت باشه مش حجمی که ما میخوایم رو نمیزنه و ارور میده، نمیتونیم خروجی بگیریم. باید این مش ها رو با هم تقاطع بدیم، یعنی این مش و این مش باید یک سری نوت ها با هم تقاطع داشته باشن، نوت های مشترک داشته باشن. پس میایم با هم اینترسکت میدیم و به این صورت به این مش تبدیل میکنیم. حالا این یک مدل پیشرفته تر بزرگتر به این صورت که این مش حالا رنگی طور بنفش طور رو با این مش سبز
با هم تقاطع میدیم به این صورت. این قسمت ها رو مشای هر دو رو با هم تقاطع دادیم، یعنی همه مشا الان نقاط مشترک دارن. روش کار حالا اینترسکت گریدل اینترسکت به این صورت که معمولا خروجی های ما مش های مثلثی هستن، یعنی وقتی مش چهار گوش ورودی این قسمت هست، خروجی ما معمولا به صورت یک مش مثلثی هست، یا تو یک سری موارد میتونیم تعیین کنیم که ترکیبی از مش مثلثی و مش چهار گوشه داشته باشیم، ولی عموما خروجی ما مش مثلثی خواهد بود. گریدل سورفیس با از این گزینه، حالا مشی که به این صورت هست رو به مش این صورتی به این صورت تبدیل میکنیم. میتونیم که به این صورت باشه، ابعاد مدل تقریبا یک اندازه باشن، یعنی تعیین نکنیم که چه قسمت های مشش ریزتر باشه، ابعاد مش رو تعیین نکنیم که کجاها تراکم مش داشته باشیم به این صورت، و یا خروجی ما به این صورت باشه که این قسمت ها رو براش تعیین کنیم که تراکم مشش بیشتر باشه و قسمت های دورتر تراکم مشش کمتر. این مش خروجی گریدل سورفیس هستش. مش گریدل ولوم همون مشی که قسمت گریدل سورفیس با ما میده رو تبدیل به یک مش حجمی میکنه. این خروجی گریدل سورفیس هست که سطوح مدل برای ما مش زده شدن، ولی داخل مدل هیچ مشی وجود نداره. باز بعد از گریدر ولوم داخل مدل رو مش میزنیم، یعنی اینکه اگر یک کات اینجا انجام بدیم داخل مدل رو میبینید که به این صورت مش زده شده. بنابراین قسمت گریدر سورفیس یک گام واجب هست برای اینکه بتونیم به این قسمت گریدر ولوم برسیم. تو این قسمت مش ها معمولا برای گریدر سورفس مش ها معمولا میتونیم تعیین کنیم که مثلثی باشه، چهار وجهی باشه، یا ترکیب چهار وجهی و مثلثی باشه که به صورت غالب مش هاش چهار وجهی باشه. بنابراین سوالت داره مش مثلثی، مش چهار وجهی کامل تماما چهار وجهی، و یا ترکیب مثلثی و چهار وجهی باشه. برای گریدر ولوم تو قسمت ها مشه حجمی میتونن مشه هم 6 وجهی، 8 وجهی، 4 وجهی باشن که معمولا به صورت غالب 6 وجهی میتونیم تعیین کنیم. و اولین ورژن نرم افزار گریدل تو سال 2017 عرضه شده به بازار. ورژن دوش تو سال 2020 اومده با بازار که ورژن دو نسبت به ورژن یک چندین آیکون اضافه تر داره و پیشرفته تر هستش، که آیکون های دیگه که داخل نرم افزار هستم در حین مدل سازی براتون با جزئیات توضیح خواهم داد. آخرین آپدیتش هم آپدیت 2.13 هستش که توی فوریه 2023 وارد بازار شده. توی این آموزش با ورژن دو کار خواهیم کرد. از هر فصل هایی که قراره توی این دوره آموزش داده بشه شامل دو فصل هستش. فصل اول معرفی نرم افزار گریدر راینو و گریدر و هیستوری تاریخچه اون، و فصل دوم یک معرفی کامل از آیکون ها بخش مختلف نرم افزار راینو خواهیم داشت قبل از اینکه وارد مدل سازی گریدر بشیم. بعد از اون یک هندسه و مش در نرم افزار راینو کار خواهیم کرد، هندسه مختلف نرم افزار راینو رو خواهیم ساخت، و بعد از اون میریم سراغ نرم افزار گریدل که مش گریدر رو بزنیم و خروجی مورد نظرمون رو برای نرم افزارهای ژئوتکنیکی داشته باشیم. فصل دوم میرم سراغ مدل سازی های ژئوتکنیکی مختلف. یک تونل دایروی رو مدل خواهیم کرد، شافت رو مدل خواهیم کرد، مدل سازی توپوگرافی رو خواهیم داشت، پیت معدنی، همینطور مدل سازی دوتا حالا تونل لسبیه که تا متقاطع باشن، مدل سازی پول، فور پولینگ، مدل سازی گسل توی یک تونل دایروی رو خواهیم داشت، و مدل سازی هلیکال پایل حالا هلیکال رو خواهیم داشت که همه موارد رو با هم مدل خواهیم کرد. البته این لیست احتمالش هست که آپدیت بشه و موارد دیگه هم بهش اضافه کنیم.